سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و بررسی عمیق تریلر هاگوارتس لگسی یا میراث هاگوارتس، بازی هری پاتری که از وارنر برادرز میخواد بیاد. و خب دیگه شما واکنش منو در عینش دیدین، اشکم تقریبا داشت در میومد. بازی که سال هاست لیک شده بود و من همیشه میگفتم خدا نکنه کنسلش کرده باشن، نکنه جایگزینش کرده باشن با یه چیز دیگه، با یه بتمن یا هر چیز دیگه اینا. خیلی هم گفتن راکستی داره میسازتش و اینا، ولی خب الان فهمیدیم که بازی رو داره استودیو آوالانچ میسازه. حتی من توی اون چیز هم واکنش هم گفتم آوالانچ استودیو همونی که جاست کاز ساخته، ولی اون نیست. اینا اسمشون فقط یکی، این استودیو جداگانه که خود وارنر برادرز ساخته. و خب میگم بعد که رفتم تو پلی‌استیشن بلاگ اطلاعات بیشتری ازش خوندم، واقعا هایپم 100 برابر رفت بالا براش. خب تصاویری که دیدیم فک برانداز بود که خب تو همین قسمت دوم همین ویدیو میریم با هم دیگه ترجمه همزمان میکنم که ببینیم چی داره میگه، که خیلی نکات جالبی میگه توش، صحنه ها رو با هم دیگه ببینیم و بعد برمیگردیم از دوباره صحبت میکنیم در آتش. اما قبل از اینکه بریم میخوام صحبت های آدریان راپ، رئیس بخش داستان این استودیو اوالانچ، کسی که داستان سرای بوده، چیزهایی میگه در رابطه با اینکه واقعا منو هایپمو بیشتر میکنه. داستان بازی قبل از دوران هری پاتر اتفاق میفته، قبل از تام ریدل که خب میدونید ولدمورت، یا نیوت اسکامندر که توی فانتاستیک بیست بود، جانوران شگفت انگیز توی ایران توی فیلماش یا کتابش، حتی قبل از اوناست، توی اواخر قرن 18 لیت 1800 چیزی که خودش نوشته. و خب میگه ما اومدیم گفتیم که اوکی ما داریم برمیگردیم به عقب، یه پریکوئل میسازیم، اینکه نشون بدیم قبل از تام ریدل که میخواد بشه ولدمورت که بعد هری پاتر اینا باش درگیر بشن، قبل از نیوت اسکامندر. و خب موقع کی بوده؟ کی رئیس هاگوارتس بوده؟ ما میدونیم دامبلدور، خب دوران اونا دامبلدور دوران تام ریدل رو اینا یه چیزای عقب ترش میدونیم، ولی به هر حال قبل از اونا کیا بودن بعد نمیدونم. ولی خب یه سری چیزای جدیدی هم توش هست، یه چیزایی هست که خب با همون دنیای هری پاتر یکیه، مثلا نیک بی سر اون توشه، هدلس نیک توش هست، دارم اینا رو رو میخورم، فوربیدن فارست توشه، یعنی جنگل ممنوعه که سنتارها همونایی که اسب آدم بودن اونا توشن. بعد گابلین ها هستن، با این تفاوت که دیگه گابلین ها توی بانک گرینگاتس نیستن. اونایی که هری پاتر میشناسن میدونن که تو دنیای هری پاتر این گابلین ها بانک دارن، جن ها، یعنی گابلین توی هری پاتر میگن جن ها. و بانک گرینگاتس همون بانک چی میگن امن‌ترین بانک دنیای جادوگری شناخته میشه، که بعد دزدی ازش میشه و این حرفا. نمیخوام برم وارد داستان اون بشم، ولی خب اون موقع گابلین هایی هستن که هنوز نشده نرفتن توی بانک گرینگاتس. اولیواندر هست، همونی که بهتون وند هاتون رو میفروشه، یعنی اون چوب دستیاتون، چوب های جادوگریتون رو میفروشه هست، که خب میگم پس شخصیت های آشنا هستن. و ما به عنوان دانش آموز وارد مدرسه هاگوارت میشیم و شکل میدیم، پیش از تاریخ پیش از هری پاتر رو شکل میدیم با هم دیگه. و نکاتی که درباره ویژگی‌های پلی‌استیشن 5 توی این بازی میده، چون این تریلری که الان قرار بریم ببینیم بچه‌ها، خود بازی این انیمیشن نیست، تریلرش رو 60 فریم داره اجرا میشه. حتی من 60 فریم نمیتونم براتون بذارمش، خودتون میتونید به 60 فریم نگاهش کنید، ولی 60 فریم تریلره و خود بازی گرافیکش به شدت بالاست. و خودش میگه از بعد گرافیکی بخوایم حسابش بکنیم، بازی قدرت پلی‌استیشن 5 به ما این قدرت داده که خب جزئیات گرافیکی رو انقدر بکنیم که وقتی یکی از این جونورا داره میاد به سمتتون قشنگ حس کنید داره میاد به سمتتون، خب دیگه داره میبینیم با چشممون، خیلی گرافیکش خوبه. از اون گذشته ویژگی‌های دسته رو استفاده کردن، چیزی که من بهتون گفتم بچا خیلی یادیدید قبل از اینکه پلی‌استیشن وقتی معرفی کردم گفتم آره اینا این چیزای چرت و پرتا رو اولش میگم بعد همش فراموش میشه. من بهتون گفتم هپتیک فیدبک پلی‌استیشن و ادپتیو تریگراش انقدر انقلابیه این قضیه که تمام بازی‌سازها قطعا از استفاده خواهند کرد. و اینجا هم استفاده شده، خودش میگه مثلا زمانی که سینتارها، این انسان‌های انسان اسب‌ها توی جنگل ممنوعه میریزن سرتون، شما صدای کوبیده شدن پای، یعنی ضربه خوردن پای اسب‌ها رو تک تکش رو توی دسته حس می‌کنید، صدای سبودی اون محیط رو در اطرافتون حس می‌کنید. و زمانی که در برابر یه جادوگر سیاه قرار می‌گیرید توی اون دوئلی که دارین انجام میدید، قشنگ حس می‌کنید که جادو داره توی این دسته شکل می‌گیره و پرتاب شدنش رو توی دسته حس می‌کنید. و ترکیب صداها و لم این تاچ چیزه، یعنی دسته، خب ما خود دسته هم یه اسپیکری داره که صداش ترکیب میشه با صدای سبودی و حس‌های جدیدی ایجاد میکنه. مثلا حساب کن شما یه دونه جادو میکنید توی دستتون، اون حس پرتاب شدن جادو، یعنی یه چیزی تو دست اینجوری انگار
جرقه پرت میشه و بعد صدایی که سبودی که میاد قشنگ حس میکنید اونجا هستید و شاید مثلا ادپتیو تریگر هاش هم اون لرزش چیزاش فشارهایی که میدین تغییر کنه. گرافیک زیبا، صدای سبودی و ترکیب اینا همش میشه یه تجربه خفن از هری پاتر. و خود بازی این که شما به عنوان دانش آموز در دوران قبل از این هری پاتری که ما دیدیم با کلی بدون محدودیت داستانی خودشون میگه ما الان میتونیم از همه چیز استفاده کنیم که بگیم آقا قبل از این اتفاقایی که برای هری اینا میفته چه اتفاقایی داشته میفته. وقتی اگه مثل من پاتر هد باشین، یعنی تای هری پاتر باشین، کتاباشو خونده باشین، فیلماشو 200 بار نگاه کرده باشین، توی فنداماش باشین و اینا، باهاش بزرگ داشتین به قولن مثل ما موزیکاشون، من که موزیکای هری پاتر همیشه عمرم گوش میکردم، یه همچین چیزی اشک در میاره واقعا. اما میگم صبر ندارم، بازیش 2021 قراره بیاد، یعنی همین سال دیگه. ببینید تو سال 2021 یکی از بهترین سالهای گیمینگه برای پلی‌استیشن. ببینید اسپایدرمن رو بازی میکنیم، دیمن سولز رو بازی میکنیم، رچت اند کلنک رو بازی میکنیم، هری پاتر رو بازی میکنیم، دیگه چی بازی میکنیم خدا. حتی اسپایدرمن میشه 2020 دیگه، چون نوامبر داره میاد 2020. خب فاصله 3-4 ماه است دیگه، یعنی از اسپایدرمن میاد گفتن دیگه رچت اند کلنک ویندوز لانچ توی اون حوالی لانچ میخواد بیاد، پس رچت اند کلنک داریم، دیمن سولز روز لانچ گفتن. ببین چقدر بازی های خوب، بعد هری پاتر که با این ویژگی ها بازی کاملا برای نسل بعده، برای این نسل نمیاد دیگه، از این چی بیشتر میخواین؟ خلاصه میخوایم بریم تریلرش با هم دیگه نکنیم و ترجمه کنم براتون که چه چیزهای جالبی میگه. ولی قبل از اون یادتون نره که اگر همین گیمشون رو سابسکرایب نکردین، سابسکرایب بزنید، زنگوله رو بزنید و لایک بزنید و برو بریم. Warner Brothers Game. Magic. جادو. جادو چیزی که زیبایی و قدرت رو با هم دیگه در تاریخ ما به هم پیوند میزنه و این پیوند مشترک که ما داریم میراث هاگوارتس. خیلی موزیک خوبی داره هاگوارتس اواخر 1800 و حالا وقتش که شما داستان خودتون رو به بیان این دیوارهای تاریک بیارید و احتمالاً آینده دنیای جادوگری رو شکل بدید. تک تک راه روها، تک تک تابلوها، تک تک سنگ های این قلعه داستانی برای خودشون دارن، داستان جادوگران و ساحره هایی که قبل از ما آمدند. اینجا شما دوستان برای تا آخر عمرتون پیدا میکنید و میتونید توانایی های جادوی خودتون رو توی کلاس های مختلفی که پروفسور های مختلف براتون میذارن افزایش بدید. زمانی که سفر شما در هاگوارتس شروع میشه با یاد گرفتن ساخت پوشن ها، رام کردن جانوران شگفت انگیز و اسپل و یاد گرفتن اسپل های مختلف، دنیای بزرگی هم بیرون این دیوارها هستند، دنیایی پر از خطرهایی که حتی نمیتونید تصورشون کنید و قدرتی که سالها بوده در از این دنیا فراموش شده بوده و حالا شما میرید پیداش میکنید و این قدرت مرموزی که شما دارید شاید کلیدی باشه برای آزاد کردن این قدرت فراموش شده. پتانسیل های تو بی محدودیت اند، ولی این که این پتانسیل ها چه شکلی خواهند گرفت، سفری که پیش روی توست مشخص میکنه که تو قرار کدوم سمت این ماجرا قرار بگیری، سمت خیر یا سمت شر. اینا رو خودم اشتایی دفت کنم. انتخاب هایی که شما میکنید، بله، هاگوارتس، میراث هاگوارتس رو مشخص میکنن. عالی، یعنی اصلا اوج، یعنی ما تعیم بعد حساب کنم، مثلا بذارم ویدیو پخش بشه میوتش هم بکنم. یعنی تصور کنید ما توی دنیای هری پاتر میریم، دنیای قبل از اون، و اولا به عنوان دانش آموز اون 7 سال مثلا هری پاتر رو تجربه میکنیم با هم دیگه و اتفاقهایی که اصلا تا به حال نه تو کتابهای جی کی رولینگز بوده نه هیچی، کاملا یه دنیای جدیده و در این حال آشنا، در مکانهای آشنا. مثلا میریم چوبمون رو از اولیواندر میگیریم، میریم تو جنگل‌های ممنوعه با جونورهای وحشتناک مثلا روبرو میشیم، جانوران شگفت‌انگیز رو میریم رام میکنیم. خب
خیلی از چیزهایی که تو بازی و فیلم هری پاتر نمیتونستن انجام بدن، چون چارچوب کتاب‌ها رو باید بالاخره حفظ میکردن تا جایی ممکن. و اینجا چی میتونه از این برای پاتر هد خفن تر باشه؟ یه آدمی که کله هری پاتر باشه، چی میگن به فارسی پاتر هد میشه، چی میتونه برای پاتر هد خفن تر از این باشه؟ خیلی خوشحالم برای که این بازی اومده، خیلی، یعنی یکی از هایپ ترین لحظات اون کنفرانس پلی استیشن برای من این بود و صبر ندارم روی پلی استیشن 5 بازیش کنم با ویژگی‌های دسته. و خب گرافیکش هم بسیار خوبه، بازی هم 60 فریم، این که 60 فریم خیلی خوبه. و مرسی که تماشا کردین دیگه، ببین نکنم نکته‌هاشو گفتم اون اولش که چه ویژگی‌ای داره. بازی سال 2021 میاد، یعنی همین سال دیگه، الان ما 2 ماه دیگه میشه 2021 دیگه، یعنی چیزی نمونده و قطعاً میاد. خیلی وقت این بازی داره ساخته میشه، من اصلا محال به نظرم تاخیر بخوره، مثلا بازی آماده است تقریبا، چیزایی که میبینیم چون لیکش تقریبا 3-4 سال پیش بوده. و ببینید بازی ها از چه زمان، مثلا ما الان مثلا اگه لیک ها ندیده بودیم اینو میدیدیم میگفتیم احتمالاً مثلا 10 سال دیگه میخواد بیاد این چیزی که ما داریم میبینیم، ولی چون لیک 3-4 سال پیش اومده ما میدونیم که بالاخره این بازی این همه سال داشته روش کار میشده و عالیه دیگه. خلاصه عالیه برای بچه‌هایی که عشق هری پاترن، اون میدونن من چی دارم میگم. موزیک خوب، شخصیت پردازی به نظر جالب میرسه، اینکه سینگل پلیر، مزخرفات آنلاین و پرداخت در اون برنامه‌ای و کوآپ و هیچ کدوم این چرت و پرتا توش نیست و همین منو خوشحال کرده. همین که اگه گفته بود، یعنی حتی اگه کلمه با دوست هاتون برین هاگوارتس رو تجربه کنید تموم بود، گور پدرش دیگه اصلا نمیخواستم. هر وقت گفت با دوستاتون برین بهتون خوش میاد، گور پدر اون بازیه. و خوشحالم که اینجوریه، گفتم صنعت گیم زنده است و میجنگیم تا خوب باشه. شما همین یه صحنه رو نگاه کنید، این صحنه خود بازیه، دقیقاً خود بازیه، فقط یه لوگو اومده روش. نه اگه توجه کنید گیم پلی بازیه و حالا چی می‌خوام ببریم. خلاصه دیگه اینم از هری پاتر، یعنی هری پاتر نیست دیگه، این اسمش هاگوارتس لگسی، یعنی میراث هاگوارتس. من اون دفعه چی گفتم؟ من توی چیزم می‌کنم، توی اون واکنشم یه چیز دیگه داشت، یه چیز دیگه ترجمه کردم، ولی اونم حالش برو باشین. اگه حال بردید لایک بزنید، سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردید و زنگوله رو بزنید. اگه دوست دارید از برنامه حمایت مالی بکنید، به ریمی تمرین گیمش کنید که توضیحات سر بزنید و هر چقدر که دوست داشتین از برنامه حمایت مالی بکنید. مرسی که توی این یکی با من بودین تا تریلرهای بعدی که می‌خوام عمیق بررسیشون کنیم. خدافظ.